سلام بچه ها، خوبین؟ حال دلتون خوبه؟ همونطور که احتمالا الان دارید از تصویر حدس میزنید، من برگشتم با ویدئوی در مورد هزینه اقلام ضروری زندگی برای دو نفر که میتونید تقسیم بر دو کنید و برای یک نفرم حساب کنید یا به تعداد خانوارتون حسابش کنید. توی این ویدئو علاوه بر هزینه ها در مورد فروشگاه های شناخته شده ایرلند، تفاوت قیمت ها و اینکه چطور خرید کنید، تفاوت حضوری و آنلاینش هم صحبت میکنیم با هم دیگه. خب بچه ها، لازمه که توضیح بدم هزینه هایی که من الان بهتون میگم از فروشگاه سوپر ولیوه. فروشگاه سوپر ولیو و حالا یه سری از فروشگاه ها هستن که شهر به شهر میتونه متفاوت باشه. مثلا توی گالوی سوپر ولیو وجود نداشت، جویسز وجود داشت، ولی سوپر ولیو معمولا تو بقیه ایرلند هست. یکم گرونتر از فروشگاه های دیگه است، ولی خب کیفیت هم خیلی بهتر، خیلی بیشتر مورد استقبال قرار میگیره برای عموم. ولی فروشگاه هایی که میتونید ازش خرید کنید شناخته شده ترن و حالا بیشتر محبوبن بین مردم، سوپر ولیو که حالا گفتم توی گالوی جویسزه، دانس که خیلی 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 محبوبه بین مردم و قشرهای اقشار متفاوتی که دارن زندگی میکنن با درآمدهای مختلف و معمولا فروشگاهیه که خیلی قیمت ها متعادل تره و بهترین قیمت ها رو با کیفیت واقعا خوب داره عرضه میکنه. و یه فروشگاه دیگه هم هست که یه فروشگاه انگلیسیه که تسکوه. حالا اردی و لیدل هم هستن که خب ارزون ترن، ولی خب من کیفیتشون رو واقعا اصلا تضمین نمی کنم. یعنی من یکی دو بار امتحانشون کردم و اصلا دوستشون نداشتم، ولی خب خیلی ها ممکنه که دوست داشته باشن، راضی باشن، خوشحال باشن. با اینکه بازم بعضی موقع ها میوه های لیدل خوبه. دیگه این که در مورد این که چجوری از کدوم فروشگاه ها خرید کنیم بهتره، یه چیزی بگم که مثلا فروشگاه های مختلف یه سری آفر دارن. الان سوپر ولیو متاسفانه نداره، ولی دانس اینطوریه که اگر که 50 یورو خرید کنید یه کوپن 10 یورویی بهتون میده که دفعه دیگه وقتی میرید 50 یورو خرید میکنید 40 یورو پرداخت میکنید. و فکر میکنم تسکو هم همینه داره. آهان، ولی یه فروشگاه دیگر هم که جا انداختم و فروشگاه محبوبی هم هست برای من، فروشگاه امنسته که امنست هم روی هر 35 یورو یه کوپن 5 یورویی بهتون آف میده. امنست هم یه فروشگاه انگلیسیه، اونم خیلی کیفیت مواد غذاییش. و اگر که بخواید خرید کنید میتونید هم آنلاین خرید کنید هم حضوری خرید کنید. واقعا سوپرمارکت رفتن خیلی جذابه، ولی من آنلاین خرید میکنم. دلیلش هم اینه که ما واقعا حضوری خرید میکردیم، ولی فروشگاه از خونه ما دوره تا و من حتما باید ماشین داشته باشیم. و همونطور که میبینید من زیاد خرید میکنم و به خاطر همین حمل و نقل همه اینا برای ما واقعا سخت بود. من بعدش هر روز کمر درد میگرفتم و تصمیم گرفتیم که سویش کنیم روی آنلاین خرید کردن. آنلاین خرید کردن از فروشگاه‌های مختلف متفاوته. الان یه اپی هست اسمش بای مایه و تسکو سوپر ولیو و ببخشید تسکو دانس و یه فروشگاه دیگه که یادم نیست، فکر میکنم علی هم بود، توی اون اپلیکیشن هست. از دلیورو میتونید که دلیورو اپ سفارش مواد غذاییه، ولی بعضی از فروشگاه ها رو ساپورت میکنه که خیلی هم خوب نیست. میتونید اون از دلیورو سفارش بدید یا میتونید از اپ سوپر ولیو سفارش بدید. بای مای خیلی گرون همشه. من یه مدت از بای مای خرید کردم چون از دانس خرید میکردم و بای مای نمیتونید کوپن دانس رو بزنید، یعنی اون 10 یورویی که بهتون گفتم که آف میگیرید دیگه شاملش نمیشه. و
خیلی هم خیلی گرونتر میده خیلی از اقلام رو از داخل فروشگاه و هزینه ارسالش هم تقریبا 10 یوروه و یه اپلیکیشن فی هم میگیره، خیلی واقعا مسخره، 8 یورو که خیلی در مجموع هزینه هاتون رو میبره بالاتر برای چیزی که واقعا هم خیلی ارزشش نداره. سوپر ولیو کلن یه 8 یورو معمولا یا 6 یورو برای ارسال میگیره، یعنی نسبت به اون زمانی که انتخاب میکنید برای ارسال میتونه بین 6 یا 8 تا 8 یورو متفاوت باشه. خب میریم با هم دیگه دونه دونه بررسی میکنیم. بچه ها بازم تکرار کنم که اینها خریدیه که من برای دو نفر کردم و اینا خرید یک ماه نیست، چون که من میوه دوباره سفارش میدم، قارچ دوباره سفارش میدم، سیب زمین دوباره سفارش میدم و یه سری اقلام رو من دوباره سفارش میدم، ولی حالا توضیح میدم که برای یک ماه دقیقا چقدر مجموعه خریدمونه، چه رنجی مجموعه خریدمونه تا بتونید بهتر حساب و کتاب کنید. امیدوارم که بهتر من سعی کردم همه چی منظم مرتب بچینم، صد دانه کنار هم دیگه و هر چیزی که قیمت نداشت من قیمتش رو روش نوشتم. بچه بازم بگم که این قیمت ها ممکنه فروشگاه به فروشگاه متفاوت باشه، ولی چیزی که مسئله مهمه اینه که خیلی بازم اینا نزدیک به همه و تقریبا باز هم یه شکل میشه، خیلی با فاصله مثلا 10 یورو 20 یورو تفاوت پیدا میکنه قیمت ماهانش رو هم دیگه. واقعا شاید مثلا حالا نه 10 یورو تا 20 یورو، ممکنه که تا 50 یورو هم بعضی از فروشگاه ها متفاوت بشه. مثلا دستمال دستشویی 12 تاییشو 6 یورو می‌خریم برای این برند و برای سس مایونز 1 یورو، برای قارچ اینا 1 یورو، ولی خب قارچ‌های بزرگتری که من اون ته دارم همونطور که الان دارید می‌بینید اینا معمولا قارچ‌های خیلی بزرگیه که حتی میتونید باهاش مثلا اگه می‌خواید همبرگر ویجیتریان درست کنید و یا هر چیزی شبیه به این، از این قارچ‌ها میتونید استفاده کنید و اینا معمولا 1.5 یورو، الان خورده بود 79 سنت و من بنابر این دوتا ازش خریدم. بریم سراغ بعدیا. خب من یه شانس بزرگ آورده بودم، این فروشگاهی که ما ازش خرید میکنیم سوپر ولیو معمولا یه آفایی میزنه 3 تا 10 یورو و یه سری چیزا شاملش میشه. خب این دفعه چیزای خوبی شامل شده بود که مثل همین مرغای چیلی بود که داشت و یا سینه مرغ جزء همون این سینه مرغ لوفتاش جزء 3 تا 10 یورو بود، یا اون عقب میتبالش و گوشت شرخ کردهش جز 3 تا 10 یورو بود، یعنی من 6 تا خریدم که با همدیگه شد 20 یورو. ولی همبرگرش رو این دفعه، این همبرگرم معمولا 8 یوروه ولی این دفعه آف خورده بود و 5 یورو شده بود و من خریدمش. و حالا چیزای دیگه چی؟ ببینید یه سری چیزا هم واقعا بچه ها به سلیقه و به رژیم غذاییتون مربوطه. مثلا من نمیتونم، مثلا معده من لاکتوز قبول نمیکنه و بنابراین همیشه من مجبورم که شیر گیاهی بخرم و این برند خیلی برند خوبیه، آلپرو، و من شیر بادوم میخرم همیشه و ناشوگر میخرم و الان من خریدم 2.39 یورو هر کدومشو. یا خمیر دندون دوباره متفاوت میتونه باشه، من انقدی اورال بی رو متفاوت میخرم، حتی بعضی از اورال بی ها رو، خود اورال بی رو توی تایپ های متفاوت میخرم برای هر ماه. و این یکی که 3D وایت نوشته لوکسشه 3.49 بود. پنیری که پنیر لایت فیلادلفیاه و معمولا هم خب خیلی به پنیر خامه‌ای ما نزدیک، خیلی نزدیک واقعا، 1.75. و ببینید بچه دوباره مثلا الان اینجا در مورد روغن خیلی به سلیقه و رژیم غذاییتون مربوط میشه همه چی. من خیلی کم روغن استفاده میکنم، خیلی کم، شاید اصلا واقعا حتی گزینه خوبی نباشم برای اینکه در مورد روغن صحبت کنم، چون من فقط روغن زیتون میخرم و الان یه همچین روغنی که 500 میله، 500 میله برای من مثلا دو ماه و نیم واقعا کافیه.
شامپو 6.31 برای هد اند شولدر و داو شامپو بدن که هاف پرایس شده بود، الان روشم نوشتم 2.79 بود. یا مثلا مواد شوینده واقعا گرونترین خرید ماهتونه خیلی موقع ها. من قشنگ میتونم بگم که بیشترین هزینه ها میره برای مواد شوینده، ولی خب به اینکه چقدر مواد شوینده استفاده کنید کاملا مربوط میشه. استیف الان 4 یورو و اسپری 6 یورو یه داو دیگه است. خب دوباره میتونه در تایپ های مختلف کم و زیاد بشه. نون کاملا بستگی داره که نون ماشینی بخرید، نون بیکری رو بخرید یا هر چیزی شبیه به این. این نون رو من الان، این برند پت خیلی برند خوبیه و من اینو خریدم فکر میکنم 2.31 یادم رفته روش بنویسم. در مورد ماهی من اینو سفارش نداده بودم، خیلی اتفاق بدیه که ما انتظار داشتیم ماهی خیلی توی ایرلند ارزون باشه ولی خیلی گرونه، ولی اونی که من سفارش داده بودم نداشت و برای من ریپلیس کرده که خب این همونطور که میبینید روش هم نوشته این 2.5 یورو بوده. بریم سراغ بعدی که میشه چای. چای دو نوعه تو ایرلند که من، یعنی دو نوع مشهوره دیگه، که ما مدل برند بری رو خیلی بیشتر دوست داریم، خیلی خوشمزه است به نظرم و 80 تاییش 3.6 یا نودل. من این نودل رو خیلی دوست دارم، خیلی نودل خوشمزه و فکر میکنم 1 یورو یادم رفته دوباره روش بنویسم. از این ور اگه بخوام دوباره بگم پینات باتر 1.25 و این هم که راویولیه، راویولی رو من 2.99 میخرم هر کدومش رو تو دوتا طعمه. من اسپیناشش رو از همه بیشتر دوست دارم، اینو خیلی دوست دارم، اینو امتحان نکرده بودم، حالا دارم اینو این. فقط هم یه طعمش مونده بود که امتحان نکرده بودیم که من این یکی هم خریدم این دفعه. من همیشه سیب زمینی نیمه آماده میخرم چون که واقعا وقتشو ندارم و احساس میکنم که خوب خوشمزه تره و بهترپه تره، حتی هم تو زمانمون هم توی آشپزی خیلی بهمون کمک میکنه. و این دفعه سویت پاتیتو خریدم که 3.99. معمولا اگه سیب زمینی بیبی پوتیتو خرید 1 یورو، اگر که سیب زمینی سویت پوتیتو نباشه و سیب زمینی دیگه یعنی خرد شده بخرید و نیمه پخته معمولا 2.5 یورو و اینا 2.5 یورو هر کدوم که برای داخل دستشویی. و اینم که برنج هم معمولا بین 1 تا 2.5 متفاوته بسته برندی که میخرید. در مورد اصل خیلی میتونه متفاوت باشه، واقعا همون قدری که تو ایران تنوع در قیمتی و نوعی اینجا میتونه متفاوت باشه. واقعا ما اصلی که میخریم اصلا گرون نیست، 1.27 ولی ازش خیلی هم راضیم. و خب اگه فلفل دلمه دوست داشته باشیم مثل من که حالا من این دفعه خریدم که با سینه مرغ درست کنم، آفم خورده بود و دونه 49 سنت شده بود، معمولا دونه 70 80 تا 1 یوروه. و بچه دوباره میوه جز اون چیزایی که هزینه گرونتر از گوشت و مرغ حساب میشه، بازم نه به اندازه مواد شوینده ولی بازم اون هزینه رو میتونه ببره بالا. میوه هایی که من الان خریدم معمولا برای 2 هفته ماه، چون ما کلا اینطوریم که صبحانه یه دونه نون توست میخورم من و علی دوتا میخوره، معمولا 1 یا 2 با پنیر و گردو. حالا اینا رو دارم میگم برای کسایی که میخوان بیشتر حساب کنن. و میان وعده ما فقط میوه میخوریم و تا نهار دوباره تا شام ما یه میان وعده میوه میخوریم و شام خیلی سبک میخوریم، یعنی خیلی موقع ها ما اوتمیل سبک میخوریم کوچولو، اصلا خیلی خیلی سبک، یعنی یه چیز کوچولو ساده درست میکنیم فقط برای اینکه گرسنه نمونیم. ریکا 2.5 یورو و در مورد گوشت و مرغا که توضیح دادم، من سیب زمینی بزرگی یه دونه میگیرم اگه تدیک ماکارونی درست کنم، اگه بخوام تو نودل بریزم اینا رو، اگه خورد بخوام بکنم. و این همونطوری که میبینید روش هم نوشته 1.99 و
انگورها هر کدوم 1.99 که حالا دیگه واقعا اون یه سنتش ارزشی نداره، 2 یورو و گلابیا 2.78 دونه. و موزم روش نوشتم، شما نمیتونید ببینید احتمالا، ولی 1.78. نارنگی ها دقیقا 1.70 و تخم مرغ 20 تایی 3.99. ماستی که حالا ارگانیک باشه و مال این برنده، این برنده یه کمی گرون تره 2.49، ولی ماستم هست که دوتاش هم 1 یوروه. خب دوباره میبینید همینطوری که گفتم میتونه خیلی متفاوت باشه. سیبم به خاطر اینکه مامانم از بچگی هی گفته من مجبورم همیشه سیب بخرم و خونه ما همیشه باید باشه و 1 یورو میتونه متفاوت باشه، 2 یورو هست، یعنی خیلی باز دوباره هر برندی که بخرید متفاوته. حتی این یکی که من خریدم الان 70 سنت بود، این دفعه آب خورده بود. آلو 1.19 و لیمو معمولا 1 یوروه. اون لیمو سبزا این دفعه آب خورده بود اینا و 49 سنت شده بود که من با خوشحالی خریدم. اینایی که اینجا میبینید به جز میوه هاش معمولا خرید 1 ماهه و حالا نه به جز میوه و مثلا یه چیزای دیگه اضافه میشه برای ما. مثلا هنوز ما یکی دیگه پنیر میخریم، نون که خب معمولا بسته یه هفته، هر بسته برای 1 هفته کافیه برای ما معمولا، چون غذای نونی هم خیلی ما نمیخوریم. برنج من واقعا خیلی کم درست میکنم و ما سیب زمینی، مثلا سیب زمینی نیمه پز دوباره حتما سفارش میدیم، یا مثلا قارچ حتما دوباره سفارش میدیم. خیلی چیزا ممکنه مثلا الان سس قرمز توی نیست، خیلی چیزا ممکنه الان توی نباشه، ولی بهتون بگم که در مجموع شما میتونید بین 300 تا 350 یورو با یه همچین خریدی ماهیانه برای خریدهای بیسیک دیگه، اگه بخواید حالا بیشتر بخرید یا گرونتر بخرید. او من یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم، مثلا اینم که اینجا میبینید این گوشته، خب و گوشت رو من گوشت کیلویی میخریدم. اول مثلا یه نصف ران میخریدیم، بعد میشستیم خورد میکردیم و بعد دیدیم که وای چقدر کار سختی و اینا، بعد فروشگاهی که ما ازش خرید میکنیم خودش غذا پیش خورد میکردیم داد و برای همین من راحت الان خرید میکنم. ولی خب یه خیلی موقع ها من ماهیچه رو جدا میگیرم، این دفعه نداشت که بگیرم، که خب اگه اونو بگیرید الان خب اون خودش هم یه هزینه جدای دیگه ای هست دیگه. میگم در مجموع یه چیزی بین 300 تا 350 یورو برای خریدای بیسیکتون باید در نظر بگیرید و این خرید خریدیه که فقط برای خرید خونه است، یعنی نه برای تفریحتونه نه برای هیچ چیز اضافه تر از این. همینطور که میبینید اینها الان مثلا 211 یورو شده و خب اگه مثلا 100 خورده یورو دیگه برای که میوه بیشتر در نظر بگیرید، چون قطعا میوه خب خیلی بیشتر از اینه. خب میوه های دیگر رو اگه بخواید بخرید خیلی گرونتر، میتونه 5 یورو قشنگ هر کدومش میوه باشه. یا مثلا اگه گوشت و مرغ میتونه گرونتر باشه. اگه مثلا این دفعه من شانسم روزی که میخواستم خرید کنم 3 تا 10 یورو نداشت، خب گرونتر میشد. ولی همش با هم من واقعا چندین بار حساب کردم معمولا نمیره بالاتر از 350 یورو. خب بچه ها امیدوارم مفید بوده باشه. فقط من یه نکته رو یادم رفت که بگم، من بعضی از چیزها رو میرم از حلال استور یا از مغازه لهستانی ها میخرم، مثل بادمجون کوبیده شده که خیلی خوشمزه است برای میرزا قاسمی یا کشک بادمجون درست کردن، چون بدون اینکه بهش روغن یا مواد افزودنی بزنن بادمجون رو میفروشن کوبیده شده آماده و خیلی راحت، حالا تو کنسرو یا توی پاکت. اگه بخواید ترشی بخرید، اگه بخواید حبوبات بخرید، مثلا خب متفاوت میشه. من حبوبات رو ترجیح میدم کنسرو بخرم، چون که خب بادش گرفته میشه و خیلی راحت هم میشه خوراکی باش درست کرد، غذا باش درست کرد. و حبوبات هم کنسرو اینجا ارزون و گرون هم داره، یعنی انقدر گرون هم نمیشه، از 50 سنت شروع میشه تا مثلا 1.5 یورو دیگه، خیلی گرون تر داشت واقعا 1.5 یورو، یعنی یه چیزی حدود مثلا
5 تا 10 یورو میتونید برای کنسرو حبوباتتون در نظر بگیرید در ماه. اگر که دوست دارید خورشت‌های مختلف درست کنید یا اگر می‌خواید سبزی بخرید، اگر از ایران نیاوردید میتونید از مغازه ایرانی بخرید و امثال این خریدا. اینا هم میتونه مثلا خودش دقیقا مثلا یه 20 تا 25 یورویی بشه در ماه، اگر که بخواید هر کدوم اینها رو به خریدتون اضافه کنید. امیدوارم که به دردتون بخوره. اگر که ویدیو رو دوست دارید لطفا لایک کنید، اگر که چنل رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید، و اگر که سوالی دارید ممنون میشم توی کامنت ها بپرسید. اگه فکر میکنید این ویدیو به درد کسی میخوره، خواهش میکنم بذارید دست به دست بچرخه تا همه با هم دیگه اون اطلاعاتی که لازمه به دست بیاریم. حال دلتون خوب باشه، ممنونم که همراهید، خوب و خوش باشید.